سلام دوستان، رکو هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم در خدمتتون هستم. در این برنامه از باید بدانیم به رازهای هتل ها میپردازیم، پس با ما همراه باشید. لطفا قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله رو بزنید. هر صنعتی برای خودش یک سری راز دارد که ترجیح میدهند مردم از آنها چیزی ندانند. این اتفاق در صنعت هتلداری هم که یکی از بزرگترین صنایع سرویس دهنده به مشتریان در جهان است استثنا نیست. خب ما در مورد هتل‌ها چی می‌دونیم؟ باید بدانیم در این پست می‌خواهد از رازهایی بگوید که معمولاً هتل‌ها دوست ندارند کسی از آنها سر در بیاورد. پس با ما همراه باشید. درست است که تخت شما را مرتب می‌کنند و فرش‌ها را جارو برقی می‌زنند، اما اتاق‌ها چندان تمیز نیست. ممکن است فکر کنید که بیشتر هتل‌ها به تمیز بودن اتاق‌های خود افتخار می‌کنند. درست است، اما این بدان معنی نیست که همه هتل‌ها در آن حدی که شما انتظار دارید تمیز هستند. بیشتر مردم اگر برای شب مهمان داشته باشند، برای اون ملافه تمیز آماده می‌کنند و وقتی مهمان‌ها رفتند هم ملافه‌ها را می‌شویند. این یک چیز معمول است که بیشتر ما از هتل‌ها انتظار داریم که انجامش بدهند. اما متاسفانه ادعا شده که بعضی از هتل‌ها بعد از رفتن مهمان‌ها فقط تخت را مرتب می‌کنند و فقط در صورتی ملافه‌ها را می‌شویند که کثیفی مشخصی داشته باشند. هر هتل برنامه و کارکنان مخصوص به خودش را دارد و به همین دلیل هر هتل با هتل دیگری فرق دارد. برنامه نظافت یک هتل که به بیرون درس کرده نشان می‌دهد که در آن هتل ملافه، پتو و روبالشی‌ها هر 90 روز یک بار شسته می‌شدند. از لیوانهایی که در اتاقتان است استفاده نکنید. تا حالا فهمیدید که اتاق هتل شما تمیزترین محل دنیا نیست. ممکن است که بخواهید در اتاق خود آب بنوشید و یا بخواهید نوشیدنی های خوشمزه خود را توی لیوان بریزید. خوشبختانه هتل برای شما چندین لیوان تهیه می کند. بیشتر هتل ها فنجان های پلاستیکی یک بار مصرف دارند که دور آنها با کاور پلاستیکی پوشیده شده است. اما در هتل‌های پیشرفته‌تر با فنجان‌ها و لیوان‌های شیشه‌ای روبرو می‌شوید، ولی همان بهتر که فنجان‌های پلاستیکی یک بار مصرف داشته باشید، چون لیوان‌های شیشه‌ای چندان تمیز نیستند. شما حتماً در خانه خودتان لیوان‌ها را می‌شویید و یا آنها را در ماشین ظرفشویی می‌گذارید، اما بعضی از هتل‌ها فقط لیوان‌ها را در سینک آبکشی می‌کنند و حتی گفته شده در بعضی جاها فقط با شیشه پاک‌کن لیوان‌ها را اسپری می‌کنند. و این یعنی لیوانهایی که در اتاق شما هستند تمیز نیستند. وقتی علامت اتاق خالی نداریم را جلوی در هتل ها دیدید، به این معنی نیست که واقعا اتاق خالی در هتل نیست. تصور کنید زمانی را که آخر شب به سمت هتلی رانندگی می کنید، وقتی به هتل رسیدید به سختی جای پارک پیدا کرده و از ماشین پیاده می شوید، اما جلوی هتل با علامت اتاق خالی نداریم مواجه می شوید. آن وقت است که همه امیدهای شما از بین می رود. دلیل اصلی این که هتل‌ها می‌خواهند خود را پر نشان دهند، آژانس‌های مسافرتی و وبسایت‌های رزرو هتل هستند. پس در این جور مواقع تقاضای اتاق کنید، حتماً اتاقی هست که به مسافرهای خسته بدهند. حالا به چند مورد دیگر می‌پردازیم که باید در مورد هتل‌ها بدانید. این که شما می‌توانید بدون هزینه هتلتون را با یک ترفند ساده کنسل کنید. کنسلی رزرو اتاق بدون پرداخت جریمه شاید همیشه برایتان یک سوال بوده باشد. که چگونه بدون اینکه سپرده و پولتان را از دست بدهید در همان لحظه آخر رزرو هتل را کنسل کنید. قدم اول، با پذیرش تماس بگیرید و رزرواسیون خود را تا چند روز به عقب بیاندازید. قدم دوم، بعد از اینکه چند ساعت گذشت دوباره تماس بگیرید و درخواست کنید تا رزروی که به چند روز بعد انتقال دادید را لغو کنند. قدم سوم، پول به حساب شما بازگشته است. این کار چگونه انجام می‌گیرد؟ در واقع خیلی راحت. با انجام این کار به هتل زمانی برای کنسلی جدید در تاریخی جدید می دهید و هتل مجبور است برای باز کردن رزرو جدیدی سپرده شما را خالی کند. تردستی انجام شد. مسئله بعدی در مورد قراردادهای ارزان اتاق‌های بد است. با اینکه هتل‌ها کمترین سود را از رزروهایی که از طریق تخفیف‌های سایت‌های اینترنتی انجام می شود به دست می آورند، اما رزرو اتاق به این شیوه باز هم برای آنها سود به همراه دارد. این راهی است که می توانند بدترین اتاقهایشان را اجاره بدهند. این گونه مشتریان به احتمال زیاد به هتل وفادار نمی مانند.
بنابراین هتل داران این ریسک را انجام می دهند و بدترین اتاقهای هتل خود را در اختیار این افراد می گذارند. زیرا کیفیت برند هتل نبوده است که آنها را به آنجا کشانده، بلکه ارزانی قیمت اتاقها موجب انتخاب هتل از جانب مسافران شده است. بدانید که بهترین اتاقها برای افرادی است که درست مخالف این عمل می کنند و از داخل هتل اقدام به رزرو جا می کنند. طبقات بالاتر سویت هایی که در گوشه های هتل قرار دارند و اتاق های آرامتر اغلب نصیب این مشتریان می شود. قبل از ادامه شما می تونید برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید. پس حتما این کار رو فراموش نکنید. تمام اتاق ها برابر نیستند. اغلب اوقات مسئول پذیرش عنوان می کند که تمام اتاق های هتل مانند اتاق های کینگ سایز با هم برابرند و تفاوتی با هم ندارند. اما حقیقت چیز دیگری است. همیشه اتاق بهتری از آنچه در هنگام رزرو درخواست می‌کنید وجود دارد، مگر اینکه قصد داشته باشید سویت‌های پنت‌هاوس را اجاره کنید که در این صورت بهترین اتاق‌ها نصیب شما می‌شود. اتاق‌های رو به دریایی که قرار بود در تمام طبقات شکل و نقشه یکسانی داشته باشند نیز در یک یا دو قسمت با هم متفاوت هستند. در برخی موارد احتمال دارد بتوانید با پرداخت چند دلار اضافه به مهمانداران اتاق بهتری گیر بیاورید. اما به یاد داشته باشید همیشه اتاق بهتری از آن چیزی که پرداخت می کنید وجود دارد، مگر اینکه مهمان ویژه یا مخصوص هتل باشید و بهترین اتاق را رزرو کرده باشید. بنابراین اگر نوع خاصی از اتاق با ویژگی خاصی می خواهید، حتما قبل از آمدنتان به هتل به صورت تلفنی به مسئول پذیرش اطلاع دهید. هتل های گران قیمت و کلاس بالای دنیا به ویژه آنها که فناوری را به خدمت گرفتند و خدمات تکنولوژیکی برتری را ارائه می دهند تلاش می کنند مشتریانشان تجربه فوق العاده ای داشته باشند، اما در این راه از روش های خاصی استفاده می کنند که ممکن است برای شما چندان خوشایند نباشد. آنها برای این کار سری به صفحات مجازی شما میزنند و با سبک زندگی شما آشنا میشوند. آنها تا جای ممکن اطلاعات زندگی شما را جمع‌آوری کرده و قبل از حضور شما در هتل با استفاده از این اطلاعات که عمدتاً از شبکه‌های اجتماعی شما به دست میآید برای حضور شما در هتل آماده میشوند. فکر کنید که اتاقی را در هتل 5 ستاره برای ماه عسل رزرو کرده اید و احتمالاً به دلیل سفر خود اشاره‌ای نکرده اید. اما کارکنان هتل با جستجو و دنبال کردن شما در اینستاگرام و توییتر یا دیگر شبکه‌های اجتماعی و دیدن عکس‌های عروسی‌تان اتاقی پر از گل را برای ورود شما آماده می‌کنند. این سرک کشیدن آنلاین ممکن است توجیهی باشد که چرا روزنامه وال استریت به اتاق شما فرستاده می‌شود نه روزنامه تایمز، یا چرا مسئول پذیرش به شما به طور ویژه پیشنهاد می‌کند که از خدمات عالی زمین‌های تنیس هتل بهره ببرید، چون از قبل میداند شما هر هفته تنیس بازی میکنید. حال اینکه این موضوع دقت نظر و توجه خاص هتل را نشان میدهد یا زیر پا گذاشتن حریم خصوصی به نظر شما برمیگردد، شما چه فکر میکنید؟ در ادامه به چند چیزی که در هتل ها رایگان هستند اشاره میکنیم. ابزار آرایش مو. در بسیاری از هتل ها سشوار به صورت رایگان در اتاق ها وجود دارد و می توانید به راحتی از آنها استفاده کنید. اما تا به حال فکر کرده اید آیا امکان استفاده از سایر ابزار آرایش مو نیز وجود دارد یا خیر؟ اگر نیاز به اتوی مو داشته باشید چطور؟ در بسیاری از مواقع اگرچه وسیله ای در اتاق شما قرار نمی گیرد، اما شما می توانید آن را درخواست کرده و استفاده کنید و دوباره پس بفرستید. جوراب. شاید برایتان عجیب باشد که در هتل به دنبال جوراب بگردید، اما این مسئله برای برخی از مسافران مهم است. افرادی که خیلی سرمایه‌تر هستند و فراموش کردن جوراب با خود ببرند، می توانند یک جفت جوراب از هتل محل اقامتشان درخواست کنند. در برخی از هتل‌های مشهور جهان، جوراب نیز به عنوان وسیله رایگان در اختیار میهمانان هتل قرار می‌گیرد. کیت خیاطی. هیچ کس دوست ندارد در سفر با خراب شدن دکمه پیراهن مورد علاقه‌اش مواجه شود. برخی ممکن است همیشه کیت خیاطی همراهشان داشته باشند، اما بسیاری از افراد نیز چنین وسایلی را همراه خود نمی‌برند. بیشتر هتل‌های بزرگ و حتی هتل‌های 4 ستاره که نام‌آشنا نیز نیستند، چنین امکاناتی را به صورت رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. کیت خیاطی معمولاً در اتاق‌ها وجود دارد. اگر آن را پیدا نکردید از رسپشن بپرسید. وسایل بازی کودک. نیازی نیست تمام وسایل بازی کودکتان را همراهتان ببرید. اگر در یک هتل زنجیره‌ای مطرح اقامت دارید، درصد اینکه اسباب بازی برای کودکتان به صورت رایگان وجود داشته باشد بسیار بالاست.
در بسیاری از هتل‌ها وسایل بازی رایگان از مداد رنگی گرفته تا نقشه‌های نقاشی شده و اسباب بازی مخصوص حمام کودک به درخواست شما در اختیارتان قرار می‌گیرد. شارژر. اگر شارژر خود را جا گذاشته اید، می توانید آن را از هتل درخواست کنید. بر اساس تحقیقی که در سال 2010 انجام گرفته است، شارژرهای موبایل اولین وسیله‌ای بودند که در اتاق هتل‌ها جا ماندند. هتل‌ها معمولاً این شارژرها را دور نمی‌ریزند و در جعبه گمشده‌ها قرار می‌دهند، اما در عین حال می‌توانند آنها را به سایر میهمانان قرض بدهند تا گوشی خود را شارژ کنند. از اینکه در این ویدیو همراه ما بودید از شما متشکریم. لطفاً نظر خود را در مورد این ویدیو از طریق کامنت با دیگر همراهان ما به اشتراک بگذارید.